دوستان عزیز، امروز با یک مطلبی در خدمت شما هستیم در مورد سمندرهای سیاسی، کسانی که ابزار و بازیچه دشمنان ایران زمین و لیبرالیسم آمریکا و صهیونیست جهانی هستند و با براه انداختن جنگ ادراکی و شناختی نیروهای مخلص و اونایی که وفادار به ایران و در خط نظام هستن و اونا رو مورد هدف قرار میدن. شما ببینید، ما تو سالها خیلی افراد داشتیم که یهویی چپ کردن، یهویی از این خط به اون خط افتادن، ظاهر خودشون رو نشون دادن. و ما دیدیم مثلا شخصی مثل بابک نوریزاد که در سال 87 در هیئت تحریریه کیهان میزد که با پریدن به آقای مکارم شیرازی که شما باید پولهای خمس و زکات بدید به آقای خامنه‌ای تا آقا دستش باز باشه بدون خط انقلاب پیش ببره، همین شخص چند ماه بعد تو 88 یه دفعه از این ور میفته. و اینا کسانی هستند که ما اطلاع زیادی از زندگی هاشون هم نداریم. یا در مورد شخصی مثل محمد مهاجری، یک بی همه چیز که هر جا میره، این یه مدتی هم تو کیهان بوده، هیچی از زندگیش نمیدونیم واقعا. متولد 1340، یه زمانی تو کیهان بود، بعد همشهری و یکی دوتا روزنامه اصلاح طلب، ببخشید اصولگرا، و هر جا میره خودشو به عنوان فعال اصولگرا معرفی میکنه، و ولی امروز بیشترین ضربات و هجمات رو داره به اصولگرایان میزنه. یعنی شما ببینید، این شخصی که در دوره روحانی پست گرفته، فساد روحانی، این همه فاجعه روحانی رو اینا ساکت بودن و امروز بیشترین حملات به رئیسی میکنن. و توییت جدیدشون هم دیدم که آقای رئیسی چقدر شما زیان زمان نیاز دارید که بتونید این مشکلات اقتصادی رو حل کنید، بس تورم، که الان تورم آقا با جنگ اوکراین جهانی شده. خب من عرض کردم تو آمریکا قیمت زمین دو برابر و نیم شده، مواد غذایی بیشتر از 35% 40% افزایش داشته، قبضا گاز و انرژی، هر گالون بنزینی نزدیک 8 دلار شده، یه باک بنزین. خب این نشون دادن خیلی بیشتر از 100 دلار فقط یه باک بنزین باید بزنی. و وضعیت تورم جهانی، قیمت روغن و چیزهای دیگه تو اروپا هم خب دیدیم، گندم، ذرت، اینا خب جهانیان. با همین جنگ اوکراین تو این حجمه جهانی که تورم، اصلا اقتصاد جهان به سمت تورم داره پیش میره، کوبیدن رئیسی، بعد اونم با شناسه چی؟ اصولگرایی، میگن این فعال اصولگراست. حالا این بی همه چیز از اون از هر اصلاح طلب پدر سوخته هم اصلاح طلبتره، ولی میگم مردم رو میخوان تو جنگ شناختی بکنن. حالا یکی ممکنه بگه آقا رضا، اصلاح طلب اصولگرا نداریم، همه یکی هن. در معنی شاید شما درست بگید، ولی یه فرق هست که برای من مهمه. فرق اساسی اینه که کسی که خودش اصلاح طلب لیبرال میدونه، این قینا قبلشون آمریکاست، به راحتی خیانت میکنن، جاسوسی میکنن، وطن فروشی میکنن. اما اصولگرایی علارغم نقاط ضعف، ممکنه آدم فاسد هم داشته باشه و بی‌لیاقت باشه و هزاران درد دیگه، ولی اینا نگاهشون آمریکا نیست، قبلشون آمریکا نیست، و هر آن چیزی هست در ایران هستن اینا، یعنی نگاه و قبلشون تو ایرانه، علارغم اینکه بکنه ضعفای فراوان داشته باشه. و اینجا من یک خط میذارم بین جبهه اصولگرایی و جبهه اصلاح طلبی. اصلاح طلبان اصلا نه مهر به ایران دارن، عرض میکنم همه چیشون به سمت غربه، یعنی میخوان غرب همه مشکلاتو حل کنن و به راحتی دکترین غرب در ایران. الان شما تو زیبا کلام ها و اینا بغچی آمریکا شدن، سیاست های آمریکا شدن در ایران، ولی اصولگرایان اینطور نیستن. و اصولگرایان به شدت به ایران وفادارن، به شدت واسه ایران خون میدن، به شدت هم واسه، میگم نقاط ضعفشون هم سر جاشون. بس جنگ شناختیه. شما میبینید اون نیروهای مؤمنی که تا دیروز مثلا چقدر به نظام و آقای خامنه ای وفادار بودن، میان اونا رو هدف میزنن. دیدیم که چند روز پیش هم آقای تحلیلگر برنامه‌ای داشت در مورد این بحث کانال تشیع براءتی، که با فکت‌های دقیقی که نشون میداد قشنگ مشخص بود این کانال در یک روند مثلا 2017 تا امروز چطور اومده، از تیرانا هم هدایت میشه، از این خانه سالمندان آلبانی، این عجوزه هزار شوهر مریم رجوی، و اون نیروی مخلص یعنی مداحان و هیئتیان مورد نشانه میرن. میگم با کشورمون توی جنگ شناختیه. تو جنگ شناختی دوستان، وقتی یه نفر کم میشه، مثلا تو جنگ سخت ممکنه یه نفر شهید بشه، خب ما یه نیرو کم میم. ولی تو جنگ شناختی طور نیست، وقتی یک نفر کم میشه، یک نفر به دشمن اضاف میشه، یه نفر به دشمنان ایران اضاف میشه. مثلا خیلی هستن مثلا خاوری،
آقا خاوری نه اصل نظامه، نه چیز نظامه، نه فرع نظامه. ما فرد مورد اشاره، اگر دزد هست، اگر دزدانی مثل خاوری، مثل شهرام طبری ها که اینا اصالت مال همین مجاهدین خلق هن، همین خانه سالمندان آلبانی، اینا تو بدنه جمهوری اسلامی نفوذ کردن. ما با یک حجمه نفوذ هم مواجهیم دوستان عزیز، که اینا اومدن و با کمکاری ها، با حتی فساد، با دزدی هاشون بیشترین لطمات رو به جمهوری اسلامی زدن. یعنی ما توی جنگ شناختی هستیم، جنگی که پیدا کردن دوست از دشمن، اینکه نیروهای وفادار دوچار تردید بکنن، دوچار سستشون بکنن، مستعصل بکنن. و مثلا یه نفر، مثلا من فیلم فرستاد، طرف حالا نمیدونم حالا فتوشاپ یا نه، مثلا قبلا پاسدار بوده، حالا تو خارج داره اشغال میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی چی رو میخواد به سپاه برسونه؟ خب انسان ها هم انسان با هر مقدس که نیستن، تو یک سازمانی آدم ضعیف است، آدم قوی است. ولی به این فکر بکنیم که دومین فرد قدرتمند کشور ما جانش واسه ایران زمین داد، به این فکر بکنیم که ما اون نیرویی که داره برای ایران میجنگه، خون میده، تاوان میده، از همین است. به این فکر، حالا چهار تا الدنگ آدم ها ضعیف و نفس هم هست دیگه. یعنی فکر نکنیم از انسان ها تقدس درست نکنیم که اگر یه نفر خطا کرد آقا بگیم دیگه همه این طورن. مطمئن باشید جمهوری اسلامی که در چهل و چند سال اخیر خلاف موج لیبرالیسم جهانی حرکت کرده و علارغم این همه هجمه ها، فشارها، خیانت ها، تحریم ها، این همه دشمنی ها که از سوی غرب شده، امروز ایران تونسته قدرت غرب رو معکوس کنه در غرب آسیا، قسمت های از آفریقا تا آمریکای لاتین، نشون میده که این نظام واقعا کارش درست بوده. و اونایی که اهل کارن، پای کارن، و اونایی که صاحب تفکرن و اراده ها هستن، اونا به راحتی از اونا ایمانشون، باورشون این کاره، به راحتی از جان میگذرن، به راحتی فداکاری و ایثار میکنن. همونا تو جنگ هم ما دیدیم، زیاد دیدیم که چه فداکاری های ایثاری واسه ایران زمین شد. اینه که دوستان عزیز، مواظب جنگ شناختی دشمنان ایران زمین باشیم. جنگی است بسیار پیچیده، بسیار خطرناک، که ممکنه در لباس دوست بیان خودشونو به شما عرضه کنن، ولی بیان مثلا دست بذارن رو نقاط ضعف، روی تبعیض، روی چیزهای دیگه، و در اصل شما رو کنترل کنن، شما رو در دست بگیرن، و بعد بیان افکار و ایدئولوژی خودشونو به شما تزریق بکنن. یک جنگ سختیه که رسانه خیلی مهمه. من بارها میگم غرب فقط ابزار رسانه واسش مونده. سعی کنیم فریب بازی رسانه‌ای رو نخوریم. هر کس یه چهار تا حرف انقلابی زد یا از ایران زد، اینو دیگه نگیم این وطن پرسته. همیشه با دیده شک به افراد نگاه کنیم، تا زمانی که خلافش ثابت بشه، تا زمانی که باور برسیم که این شخص واقعا کار درسته. خیلی ممکنه در لباس دوست بیان و ما اینا رو با دوستان واقعی هم اشتباه بگیریم، ولی بعد از هر دشمنی جرارتر و خطرناکتر میشن. مواظب این جنگ شناختی باشیم دوستان عزیز. اینا میخوان باور افراد. من دیدم این مداها جدیدن بعضی هاشون یه سری چیزا میگن، قشنگ مشخصه که اینا هم تحت تاثیر همین این کانالایی که یکیش مثلا در آلبانی مثلا کنترل میشه تاثیر گرفتنه. خیلی خطرناک دوستان عزیز. قربون تو برم، ولی علارغم همه اینا ایران عزیز ما داره به پیش میره، شتابان، پر قدرت، پر سرعت، همه موانع و اثر را بر میداره. ایران مثل بولدوزر موانع و این دشمنان و دیو و دد داره درو میکنه، به پیش میره. این پشه های صحنه خانه زالمندان آلبانی، پشت پیرزن و پیرمرد زپرتی، ضمن احترام به تمام پیرزن ها و پیرمردهای دلیر و ایران زمین که عشق مان، ولی اونایی که تا دیروز میخواستن با جنگ مسلحانه ایران رو فتح بکنن، رفتن در کنار دشمنان ایران زمین قرار گرفتن، واسه صدام خوشرقصی میکردن، کردکشی میکردن، شیعه کشی میکردن در عراق، امروز رفتن تو آلبانی با کیبورد و مواظب کیبورد به دستای الدنگ آلبانی هم باشیم. این مریم رجوی، این عجوزه هزار شوهر، معلوم نیست چی سر شوهر بدبختش هم آورده. مسعود رجوی خاک تو سرت، این سر این زن آخر سرتو خورد. اصلا قیافش رو میبینی به خواب نیاد. این چه جذبه ای داشت اینو از ابریشمچی گرفتی؟ خاک تو سرت، میذاش این سر ابریشمچی رو میخورد نه سر تو رو. قربونتون برم دوست عزیز، نیاز این دلغکا رو هم مسخره کنیم چند وقت یه بار. شما خیلی واسه ایران زمین کوچیک و حقیر هستید. اصلا اسم ایران رو میارید بعد دهنتون رو قص بدید بشورید، حرامزاده های الدنگ. قربون تو برم، سپاس از مهرتان، پیروز باشید.